واقعا. و ما میبینیم که تنها دموکراسی که در خاورمیانه وجود داره فقط در اسرائیل هست و واقعا این ارزشمنده. متاسفانه خب به دلیل سیاست های استعمارگران خیلی اختلاف ها در خاورمیانه هستش و سودهای خیلی کلانی بردن و انسان های بیگناه زیادی در این میان قربانی شدن. ما خود ایرانی ها از قربانی های این موضوع هستیم بعد از ورود خمینی به ایران و واقعا الان میبینیم چقدر از ایرانی ها مهاجرت کردن و کشور ما واقعا رو به انحطاط و ویرانیه. امیدوارم بتونیم واقعا نجات پیدا کنیم از این پیچ وحشتناک تاریخی. به هر حال مهاجرت، یهودیان سالیانی مهاجر بودند و همیشه آرزوی بازگشت به سرزمین های خودشون رو داشتن و ما خوشحالیم که واقعا در سرزمین های خودشون هستن به حق و با انسان مداری، با سیاست های جالبی که دارن و انسان مدارانه این خدمت ها رو واقعا به هموطن های عزیز ما کردن و امیدواریم در فردای آزاد ایران که امیدوارم هر چی زودتر برسیم ما بتونیم واقعا روابط خوبی را با کشور اسرائیل داشته باشیم. من خودم به دلیل این که مورد تهاجم واقعا جمهوری اسلامی قرار گرفتم، به دلیل آرمانایی که داشتم برای آزادی کشورم، واقعا میترسیدم. حتی با یه دوست یهودی من داشتم پیش دانشگاهی اینجا که حتی بخوام در اینترنت باش کنتاکت داشته باشم در فیسبوک. یک روزی من احساس کردم تا کی من میخوام این اسارت رو قبول کنم، تا کی من میخوام برای حفظ جانم وانمود کنم اون چیزی که من نیستم از ترسم. و از روزی که این تصمیم رو گرفتم با وصف این که مشکلات تموم نشده به شکل دیگه‌ای بر من هجوم میاره، اما واقعا آزادم. اگر ما شهامت نداشته باشیم، همکاری نداشته باشیم و واقعا سیاست ها بر اساس ارزش های انسانی پیش نره، این مشکلات همچنان در خاورمیانه خواهد بود و گرفتاری و ضررش فقط برای ما مردم خاورمیانه هستش. به امید روزی که واقعا هموطنای ما هم مثل شما یهودیان نجات پیدا کنند و همچنین ما هم در ایران، هموطنای عزیز ما هم در ایران از زیر یوغ واقعا ستم جمهوری اسلامی بتونن نجات پیدا کنند و بتونیم برگردیم به کشور خودمون. من حقیقتا از مهاجرت راضی نیستم. هیچ جا کشور خود آدم، سرزمین خود آدم نمیتونه باشه. همیشه برای من این مثالو میزنم برای هموطنای خودم که چه خوب و خردمندانه یهودیان عزیز با هم همکاری داشتن و تونستن به این آزادی برسن. امیدوارم که یک روزی ما ایرانی‌ها هم بتونیم به این شکل متحد سرزمین خودمون از جمهوری اسلامی پس بگیریم واقعا از این فرقه تبهکار.